الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین می فرمایند ایاکه و دماء و صفکها به غیر حلها فانه لیس شیئون ادنا لنقمته ولا اعظم لتبعته ولا احرا بزوال نعمه و انقطاع مده من سفک دمائه به غیر حقها. در رابطه با این مسئله بسیار مهم که مسئله جلوگیری از خونریزی و احترام و ارزش جانها که یک مسئله اساسی و مسئله مهمه و ما میبینیم که در قرآن شریف در این رابطه تعبیری فرموده است که این تعبیر حائز کمال اهمیت. قرآن می‌فرماید و من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یک کسی را بدون جهت و بدون علت، و علت را هم خود قرآن به دو تا اشاره می فرماید، یکی در غیر مورد قصاص، اونجایی که مقتول شما قبلاً قاتل باشه و بعد به عنوان قصاص بخواهد قتل تحقق پیدا بکنه، که یک بحث اجمالی کوتاه در این رابطه در همین بحث ان شاء الله خواهد آمد. اونجایی که پای قصاص نباشه و علت دوم او فساد فی الارض، اگر اون مقتول مفسده در ارض نباشه، معناش این است که اگر مفسده فی الارض شد، اگر برای جامعه یک وجود فاسد و عضو فاسد و مفسدی شد، اینجا هیچ گونه مانعی نداره. اما در اونجایی که این دو علت وجود نداشته باشه و امثال این دو علت، قرآن می‌فرماید قتل یک نفر مثل قتل همه جامعه است، مثل قتل همه مردمه. اینقدر مسئله اهمیت داره
و من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فل ارز فکأنما قتل الناس جمیعا. حالا چرا مسئله این طوره؟ چرا کشتن یک نفر به منزله کشتن همه جامعه است؟ چرا قتل یک نفر بدون جهت به منزله کشتن همه مردمه؟ این برای این جهته که اگر کسی متعرضه قتل کسی شد بدون جهت، معناش این است که این با وجود انسان مخالفه، این با تحقق یک همچی عنوانی در جهان هستی مخالفه. و الا بین زید و عمر چه فرق میکنه؟ بین عمر و بکر چه فرق میکنه؟ بین بکر و خالد چه فرق میکنه؟ بله، اگر زید را به علتی از روی قصاص یا از روی فساد فی الارض یا جهات دیگری که مسئله حقانیت این قتل رو مطرح میکنه، اگر اونها وجود داشته باشه، خب ما میتونیم بگیم بین زید و عمر فرقه. زید قاتل بوده، باید کشته بشود. زید مفسد فی الارض بوده، باید کشته بشه. اما عمر که قاتل نبوده، عمر که مفسد فی الارض نبوده، او وجهی برای کشته شدنش وجود نداره. لذا اگر کسی زید رو به حق کشت، این فکأنما قتل الناس جمیعا تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر بدون جهت زید مقتول واقع شد، بدون هیچ علت مجوزه‌ای قتل تحقق پیدا کرد، اینجا دیگه زید هیچ گونه امتیازی نداره، هیچ گونه خصوصیتی در زید وجود نداره. یعنی در حقیقت این آدمی که زید رو کشته، اگر شما به باطن او مراجعه کنید، اگر خوی و خصلت او را در نظر بگیرید، او از کشتن عمرم ابایی نداره، از کشتن بکرم ابایی نداره و در نتیجه از کشتن تمام مردم هیچ ابا نداره. برای اینکه به اصطلاح علمی کشتن زید هیچ گونه رجحانی درش وجود نداشته. پس میبینیم که قرآن با این مسئله اینجور برخورد میکنه. یا در آیه دیگر، و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. شاید در کمتر موردی یه همچی تعبیری شده باشه که هم جهنم رو به عنوان جزا مشخص می‌فرماید و هم مسئله خلود در جهنم رو مطرح می‌فرماید که دیگه راه نجاتی برای قتل ان عمدن و متعمدن تحقق نداره. و باز می‌بینیم که وقتی که خداوند تبارک و تعالی مسئله خلقت آدم رو با ملائکه مطرح کرد، ملائکه گفتن که چه فایده ای داره این موجودات رو به نام انسانها و آدمها خلق بکنی؟ اینا آدم کشی می کنند، اینها مفسدند. کسی که مفسد باشه، کسی که سفک دما بکنه،
این به درد خلقت نمیخوره، این صلاحیت نداره که لباس هستی بپوشه. از اینجا میفهمیم که مسئله قتل نفس و سفک دما اینقدر اهمیت داره که موجودی که این حالت درش وجود داره بهتر این است که اصلا وجود نداشته باشه، یعنی اثر وجودی او اگر این معنا باشه بهتر این که این متلبسه به لباس وجود نشود. بالاخره امیرالمومنین در این چند سطر راجع به این مسئله خیلی با اهمیت فراوان این مسئله رو برخورد می کنند. می فرمایند ای مالک، ایاک و دما و سفکها به غیر حقها، تو که در رأس قدرت در کشور مصر قرار گرفتی، تو که مسلط بر اموال و اعراض و نفوس مردم شدی، تو که جان مردم در اختیار تو قرار گرفته، مبادا که در مقام خون ریزی بی جهت برایی، مبادا که از این قدرت سوء استفاده بکنی. نکاتی را امیرالمومنین در این رابطه بیان می‌فرماید. می‌فرماید که هیچ مسئله‌ای در رابطه با این آثاری که ما می‌خواهیم بگیم به پای مسئله خونریزی بی جهت نمی‌رسه. اولا اثرش این است که عذاب خداوند و غضب خداوند و نگرانی ها و اضطراب ها را به انسان کاملا نزدیک می کنه. از طرف دیگر نعمت هایی را که خداوند به انسان عنایت کرده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، مهمترین چیزی که در زوال این نعمت‌ها نقش داره و مؤثر در از بین رفتن این نعمت‌هاست مسئله خونریزی و سفک دماء. و از طرفی عرض می‌شود که تعبیر امیرالمومنین اینه که مدت رو منقطع میکنه، یعنی حکومت در اثر خونریزی زود از بین میره، زمان حکومت و زمان قدرت به وسیله خونریزی زوال پیدا میکنه. به زمیمه بیانی که بعدن باز امیرالمومنین میفرماید، می‌فرماید این حکومت‌ها، این قدرت‌ها، اینهایی که جان مردم در اختیارشونه، اینا خیال می‌کنن که به علت خونریزی، به علت اعدام‌ها و به علت قتل‌ها می‌توانند پایه حکومت رو مستحکم بکنند، می توانند به سلطه و به تسلط خودشون تقویت ببخشند و قوت ببخشند، در حالی که این مسئله اینطور نیست، بلکه درست نقطه مقابله و بلکه بالاتر از نقطه مقابلم هست. امیرالمومنین می فرماید خونریزی نه تنها تقویت نمی کند سلطه‌گری را،
نه تنها به حکومت استحکام نمی بخشه، نه تنها استدامه حکومت رو فراهم نمی کنه، بلکه در مقابل موجب تضعیف حکومت، موجب متزلزل شدن حکومت و بلکه بالاتر موجب از بین رفتن حکومت به طور کلیه. خونریزی ها در صورتی که بی جهت باشه، در صورتی که به غیر حق باشه، در صورتی که برای عرض می شود مصلحت جامعه و از بین بردن فساد در جامعه نباشه، این خونریزی سلطنت رو منقطع و زائل می کنه و به طور کلی از بین می برد. این دیگه یک مسئله است که تاریخ شهادت میده و مهمترین تاریخی که ما بالعیان ملاحظه کردیم تاریخ مبارزه ماست. خب دیدید که در اواخر مبارزه چه خونریزی های بی جهت از این مردم بی گناه تحقق پیدا کرد. در یک جریان جمعه سیاه چندم هفدهم ظاهرن شهریور چه افراد بیگناهی در اون میدان شهدا در یک ساعات مختصری اینها از بین رفتند و کشته شدند و در دنبال این مسئله چقدر زود حکومت منحط پهلوی سقوط کرد و از بین رفت. این یک اثر وضعی است که خداوند در دنبال این معنا قرار داده. لذا برخلاف اون چیزی که فکر می کنند، برخلاف اون چیزی که به نظر غیر واقعی می نگرند که اگر مردم رو از بین ببرند، اگر افراد رو بی جهت نابود بکنند، دیگه مخالفی ندارند، دیگه در مقابل حکومتشون کسی نیست که قیام بکنه، کسی نیست که تحقق حق بکنه، مسئله اینطور نیست. این خونریزی ها اثر مستقیم در رابطه با زوال حکومت داره و حکومت رو زود سپری می کند و شاهد هم تاریخ گذشته مخصوصا تاریخ مبارزات خودمون. و باز امیرالمومنین در این رابطه می‌فرمایند روز قیامت که فرا میرسه، محکمه الهی که تشکیل می‌شود، دادگاه‌های الهی که تحقق پیدا می‌کنه، اولین مسئله‌ای که در محاکم الهی در روز قیامت مورد بررسی قرار میگیره مسئله خونریزی و سفک دماه. یعنی تمام مسائل دیگر، حتی محرمات دیگر با اون غلظت و شدت، اینها در رتبه های بعد قرار گرفتند، اما مسئله خونریزی اول مسئله ایست که مورد بحث واقع میشه و به پرونده افرادی که در این باره عملی داشتن رسیدگی میشود و این هم یک دلیل بر اهمیت این معناست. بعد امیرالمومنین به مالک میفرماید ای مالک، اگر یک قتل تعمدی بی جهت از تو تحقق پیدا بکنه،
اولا این معنا رو خیال نکنی که خب تو قدرتی داری، تو در رأس یک کشوری به نام مصر قرار گرفتی و من هم به عنوان حاکم بر تمام ممالک، خب بیاییم بگیم مأمور ما یک کاری کرده، حالا ما این کار رو نادیده بگیریم، این قتل عمد را روش ترتیب اثر ندهیم، نه، هیچ عذری پیش خداوند و پیش من که حاکم بر تمام کشورهای اسلامی هستم، یعنی امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، هیچ گونه عذری نداری، یعنی با تو همون معامله ای می کنم که با یک فرد عادی معامله می شود. با یک فرد عادی در مسئله قتل چه معامله ای می شود؟ مسئله قصاص. قتلی تحقق پیدا بکنه اگر ورثه مقتول مطالبه بکنن قصاص رو، باید قصاص بشه ولو تو مالک اشتر باشی. هیچ فرقی نمی کنه در مسئله قصاص بین تو و بین یک عرض می شود فرد عادی. مسئله حکومت و استانداری تو نمی تواند یک روپوشی برای این معنا قرار بگیره، یه توجیهی و یک عذری برای تو به وجود بیاورد. همون به عنوان یک فرد عادی با تو معامله قصاص میشه و هیچ فرقی نمی کند. این اولا. و ثانیا اون نکته ای رو که عرض کردیم در باب قصاص که دیدیم در اوائل انقلاب ما یک گروهی به نام عرض می شود دانشمند و روشن فکر خودشون رو معرفی کرده بودند و مسئله قصاص رو به عنوان یک حکم ضد انسانی و ضد دنیای روز معرفی کرده بودند و اونهایی که مسئله قصاص رو مطرح می کردن به عنوان مرتجع به جامعه معرفی می کردن. در نوشتجاتشون، در روزنامه هاشون، در سخنرانی هاشون عرض می شود این مسئله رو مطرح کردن، به طوری که شهید مظلوم مرحوم دکتر بهشتی اعلی الله مقامه الشریف مجبور شد که در این رابطه یک سمیناری تشکیل بده و مسئله قصاص رو برای اینها روشن بکنه و بهانه رو از دست اینها بگیره. این یه مسئله تقریباً روشنیست از نظر مسائل اجتماعی. اگر ما تحت تأثیر افکار ضد واقعی غربی ها و شرقی ها واقع نشده باشیم و بخوایم مسئله رو با یک دید عقلی اجتماعی خودمون بررسی بکنیم، آیا این تعبیری رو که آیه شریفه در مورد قصاص بیان کرده و لکم فی القصاص حیاتون، مخصوصا با این که می فرماید یا اولی الالباب، ای شماهایی که واقع بینید، ای شماهایی که از اون لب و عقل بهره مندید و متکی به عقل تیز بین و واقع بین هستید، به شما میگم
عقلتون رو به کار ببرید. ببینید اون عقل مستقیم، اون عقلی که تحت تأثیر قرار نگرفته، اون عقلی که عرض می شود مزخرفات غرب درش نیامده، ببینید در این رابطه چه فکر می کنه. اگر یک فردی عمدن آدمی رو کشت که عرض کردیم قرآن شریف می فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی این ضد جامعه است، ضد اجتماعه. اگه تعبیر قرآن رو بخوایم خلاصه بکنیم این است که این ضد اجتماعه، ضد تمام اعضای اجتماعه، ضد تمام افراد اجتماعه. خب اگر کسی در مقام مزاده با اجتماع تا این مرتبه حاضر شد که حاضر تمام افراد اجتماع رو از بین ببره و قتل یک نفر به منزله قتل تمام جامعه است، آیا کسی که در اجتماع یک همچی فکر میکنه و یک همچه طرز تفکری داره و عملا این فکر خودش رو ولو با قتل یک نفر پیاده کرده، باز شما روشن فکرها میفرمایید که جامعه دست این رو ببوسه، بگه یه انسانم باقی باشه بهتر از این است که اعدام بشه؟ کدوم انسان باقی باشه؟ کدام انسان به نفع اجتماع که در اجتماع وجود داشته باشه؟ لااقل انسانی که مزاد جامعه و اجتماع نباشه، اون هم تضاد به مرتبه اعدام، به مرتبه قتل نفس و قتل یک نفر به اندازه قبل به منزله قتل تمامی افراده. پس این که در قرآن می‌فرماید ولکم فی القصاص حیاتون، اونم با تعبیر یا اول الالباب، یعنی مسئله تعبدی نیست، مسئله مثل نماز و روزه نیست که بشنوید و اطاعت بکنید، مسئله فکریه، مسئله عقلیست و عقل شما اینجوری حکم میکنه. لذا قصاص برای حیات جامعه است، قصاص برای بقاء جامعه است، قصاص برای دوام جامعه. آیا این حساب یک حساب روشنی نیست؟ ما این حساب رو بگذاریم و همین به صورت یک جمود فکری و ابتداء فکری بگیم چه فایده ای داره یه انسانی رو نابود بکنن؟ چه فایده ای داره یه انسانی رو از بین ببرن؟ کدام انسان؟ کدام عضو؟ شما زندگیتون زندگی اجتماعیه، شما تشکیل جامعه باید بدهید و داده اید و این جامعه باید محفوظ بمانه و حفظ این جامعه یک راهش در سایه قصاص تحقق پیدا خواهد کرد. لذا امیرالمومنین در اینجا روی اهمیتی که مسئله قصاص داره به مالک می‌فرماید حتی توی مالک مستثنا نیستی و عذر نداری و همون معامله‌ای که با یک فرد عادی میشه با تو هم همون معامله در باره قصاص خواهد شد. بعد در آخر کلام امیرالمومنین می‌فرماید که حالا اگر قتل غیر عمدی از تو واقع شد
مثل اینکه میخواستی یک کسی را با تازیانه مثلا حد برش جاری بکنی، یا با شمشیر قتل نمیخواست تحقق پیدا بکنه، یا اینکه میخواستی تعذیبش بکنی، یک مثلا سیلی به او زدی. اولا بدون که همین یک سیلی زدن ممکنه یه وقت در دنبالش قتل تحقق پیدا بکنه. سیلی این مقدار اثر داره که در دنبالش قتل واقع میشه، حق نداری چنین سیلی رو بزنی. دابله در دنبال این مسائل گاهی قتل واقع میشه. در داستان موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داره، در قرآن درباره اون قبطی داره که فوکزه موسی، موسی فقط یه مشتی به اون قبطی زد. وکزه به معنای مشت زدنه، یک مشتی فقط موسی به اون مرد قبطی زد. لکن فقضا علی، تصادف این شد که در دنبال اون مشت حضرت موسی اون مرد قبطی مرد. مشت گاهی اثر کشتن برش ترتب پیدا میکنه. اون وقت امیرالمومنین میفرماید در این مواقعی که یک قتل خطایی با عدم قصد و توجه تو تحقق پیدا میکنه، مسئله رو سبک مشمار. نگو خب حالا کشته شده بره دنبال کارش. نه، اینجا یه وقت به فکر نیفتی که روی تکیه به قدرت و سلطنت خودت بگی ما دیگه پولی چه دایی داریم به ورثه مقتول بدیم. البته اینجا مسئله قصاص مطرح نیست، چون قتل عمد تحقق پیدا نکرده. اما پرداختن دیه به ورثه مقتول و اونها رو تا این حد راضی کردن، این دیگه یک مسئله است که لامحاله باید تحقق پیدا بکنه و حق نداری که از قدرت سوء استفاده بکنی و بگی نه خب قتل خطایی بوده، قصاصی که ندارد، دیارم چه لزومی داره ما پرداخت بکنیم. اگر پرداخت نکنیم یخه کی گرفته میشه؟ اینجاست که میفرماید حتما مسئله پرداختن دیه به ورثه مقتول باید مورد نظر و مورد عمل تو واقع بشود. این تیکه بحث امیرالمومنین در رابطه با خونریزی عمدی و غیر عمدی و آثاری که بر خونریزی های به غیر حق ترتب پیدا میکنه تا جملات بعدی. حالا عبارتش رو توجه بفرمایید. میفرماید ایاک بپرهیز و دما. مقصود از دما چیه؟ اون عطف تفسیر جمله بعد و سفکها به غیر حلها، ریختن خونها بدون مجوز و بدون حلال بودن این خونریزی. بعد علتش رو بیان می‌فرماید فإنه لیس شیئون، هیچ چیزی در بین محرمات الهیه
از این جهاتی که عرض می کنیم به پایه خونریزی نمی رسه. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ عَدْنَا لِنِقْمَتٍ نزدیکتره به عذاب الهی ولا اعظم لطبعتن و بزرگتر برای ترتب اون عذابهای سنگین ولا احرا به زوال نعمتن شایسته تر برای اینکه نعمتهای الهی رو از بین ببره و انقطاع مدتن مدت رو منقطع بکنه که این مدت رو منقطع بکنه میشه یک معنای اهمی ازش بکنیم، یعنی در رابطه با حکومت زمان حکومت رو منقطع میکنه، یعنی دوران حکومت رو دوران عرض میشود کوتاهی خواهد کرد. و ممکنه بگیم در رابطه با فردم اثر در این معنا داره که طول عمر رو از بین میبره، یعنی فردی که گرفتار این معنا شد این دیگه عمر دراز نخواهد داشت. و انقطاع مدتن لیس شیئون این خصوصیات درش وجود داشته باشه بالاتر من سفک دما به غیر حقها از خونریزی بدون جهت و بدون مجوز. بعد می فرماید والله سبحانه خدای سبحان مبتدعن بالحکم بین العباد، اولین دادگاهی که در روز قیامت تشکیل میده ابتدا میکند به محاکمه در بین مردم فی ما تصافکو من الدماء، در اون خونریزی هایی که بین مردم واقع شده. مبتدع بالحکم یوم القیامه، یوم القیامه به مبتدع میخوره، یعنی اولین دادگاه برای بررسی مسائل خونریزی خواهد بود. بعد میفرماید فلا تقوین سلطانک به سفک دمن حرام، خیال نکنی با ریختن یک خون غیر جائزی سلطه خودت را و اساس حکومتت را نیرو میبخشی و مستحکم میکنی، خیال نکن که تقویت میکنی سلطنت خودت را به ریختن خون حرام، نه مسئله اینطور نیست. فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُزْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ، بلکه این خونریزی اثر معکوس داره، ضعیف میکنه و سست میکنه، بلکه بالاتر بل يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ، بلکه اصلا به طور کلی از بین میبره و حکومت انتقال به کس دیگری پیدا میکنه. بعد میفرماید ولا عذر لک عند الله ولا عندي فی قتل العمد، خیال نکنی اگر قتل عمدی واقع شد تو چون حالا قدرت داری و نماینده ما هستی ما او رو عرض می شود که توجیهش می کنیم، نه هیچ عذری نداری. فَلِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ، برای اینکه در قتل عمد قصاص نفس وجود داره و در قصاصم بین تو و بین غیر تو هیچ فرقی در کار نیست، و این خب از ویژگی های اسلامه که در اجرای احکام
هیچ فرقی بین کسی و کسی نمی کنه و همه احکامش عمومیت داره. بعد می فرماید و ان ابتلیت به خطئین، اما اگر به یک قتل خطئی مبتلا شدی. حالا چجوری میشه مبتلا شد به قتل خطئی؟ این بیان بعدی امیرالمومنین. و افرت علیک صوتک، تازیانه تو طغیان کرد، بیش از اون مقداری که باید اثر بگذاره اثر گذاش. او سیف کرد یا شمشیرت افراد کرد، او ید کرد یا دستت حالت افراد پیدا کرد. این بالعقوبه متعلق به همه است، یعنی شمشیر و تازیانه و دست در مقام عقوبت و تعذیر و حد نمیخواست مسئله قتل تحقق پیدا بکنه. اینها طوری هم نبود که اثر قتل عادتا برش بار بشه، لکن تصادفاً در خصوصیت مورد قتل تحقق پیدا کرد. اگر یه همچین معنایی شد، اولا بدان خیال نکن که یه همچین معنایی نیست، این برای تأکید موضوعه. بدان که گاهی تصادف میکنه یه همچین مسائلی. فإن فی الوکزه، در یک مشت زدن، فما فوقها مقتلتن، گاهی در یک مشت زدن قتل تحقق پیدا میکنه، در یک سیلی زدن قتل تحقق پیدا میکنه. این یه مطلبی نیست که قابل انکار و مناقشه باشه. اگر یه همچین معنایی تحقق پیدا کرد، فلا تطمئن، یعنی سرکشی نکند به تو. نخوت و سلطانک، اون غروری که ناشیه از قدرت تو شده، اون غروری که متکیه به سلطه توست، اون غرور سرکشی نکنه و تو رو باز نداره. از چی باز نداره؟ ان تو ادیه، از این که بپردازی، الا اولیاء المقتوله حقهم، بپردازی به اولیاء، این کسی که به قتل خطا کشته شده اون حقی را که دارن و اون دیهی که باید به اونها پرداخت بشه، این دیگه لامحاله باید مورد نظر و مورد عمل قرار بگیرد. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی این انقلاب ما را که بر مبنای همین بیانات امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفته، روز به روز مستحکم تر بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب امام امت را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند عزیزان رزمنده ما را در آتیه بسیار نزدیک با پیروزی کامل در جبهه ها به خانواده هاشون باز بگرداند. امیدوارم خداوند شهداء اونها رو با شهداء کربلا محشور بفرماید. اسرا را هر چه زودتر نجات عنایت بفرماید و در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هرچه بیشتر تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.